امروز با دنیای ارتباطات و با انفجار اطلاعات اندیشه‌ای در این عالم مطرح نمیشه راجع به دین و فکر دینی الا اینکه به جامعه ما به سرعت منتقل میشه، هیچ کس هم نمیتونه جلودارش باشه. ما در برابر این اندیشه ها چه بکنیم؟ رویکردی که شریعت موجود اندیشه های رایج شریعت به ما عرضه میکنه اینه که اینا کفره. شما جز از طریق یک عده خاص، اون هم با همون برداشت خاص، اصلا گوش به حرف دیگری نسپرید. نمیدونم قرآن برای 1400 سال قبل بود، به خدا ما با عملمون داریم داد میکشیم که این قرآن مال ما نیست. اگر راست بگیم که قرآن امروز هم هست و تا قیام قیامت هم هست، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، برای مردم جاهل جاهلیت عرب مصداق داره، اما برای استاد دانشگاه ما امروز مصداق نداره، برای دانشجوی ما مصداق نداره. عقل او حق داره که انتخاب کنه، عقل بشر امروز حق نداره انتخاب کنه. آخه این چه معیاریست؟ این چه فهمیست از دین؟ بعد هم گردن کلفت میکنن و اجازه نمیدن که آدم حرفش رو بزنه، همش هم با چوب تکفیر و با چوب تفسیر. خب مردید، اینجا دنیا دنیای ارائه استدلال، بیاد حرفتون رو بزنید، بیاد دلیلتون رو مطرح کنید. از کدوم اندیشه میشه وحشت داشت؟ شما اگر به اندیشه خودتون شک دارید، اگر فکر میکنید که این شریعتی که دارید نمیتونه، تا به تحمل نداره، تا به مقاومت در مقابل اندیشه های مدرن نداره، پس اصلا معطل چی هستید؟ اگر قبول دارید شکست رو پیشاپیش میپذیرید، خب پس اصلا برای چی اندیشه شکست خورده میخواد ملتزم بمونید؟ کی به شما الزام کرده که اندیشه شکست خورده رو باید همچنان بهش ملتزم شد؟ اگر نه این قوت داره که داره و شما قوی نیستی که از این قوت بتونید استفاده کنید، خب برید خودتون رو تقویت کنید. هزار سال باب فکر کردن و اندیشیدن در اسلام رو بستید، چه نفعی بردید غیر از انحطاط؟ انحطاط جامعه اسلامی مالی اینه که دور اندیشه و آزادی اندیشه توی اسلام خط کشیده شده، دیوار کشیده شده. به خود خدا با همین اندیشه های رایج میشه از اسلام به بهترین شکل دفاع کرد، میشه او رو در اوج نگه داشت، میشه سر بلند داشت و دیندار بود، به شرطها و شروطها. هر کی فکر میکنه که نمیتونه، خب میدون رو بذاره کنار. تو نمیتونی، تو پیر شدی دیگه، قدرت هماوردی با فلان کشتیگیر رو نداری، یک جوانتر رو میدان بده بیاد تا بتونه جواب بده. یکی از مشکلاتی که دینداری امروز ما و این شریعت رایج ما باهاش مواجهه، رویکردهای جهانی است. ما امروز کدوم کشور اسلامی رو داریم که حاضر اختیارا الان از عضویت سازمان ملل بره بیرون؟ جمهوری اسلامی حاضر این کار رو بکنه؟ همه مجامع رو حاضر بره رایزنی کنه که یک چنین اتفاقی نیفته، حتی از یک بخشی از جامعه جهانی اگر عضو هست او رو اخراجش نکنن. پس معلوم میشه این یک امر مثبته که اینقدر علاقه داریم حتما تو این جامعه جهانی باشیم، همگرا باشیم با این جامعه، حضور داشته باشیم. خب آقا اگر اینه، اگر اقتضا اینه، تو این جامعه جهانی امروز مسائلی مطرح شده، مثلا مثل بحث حقوق بشر. دیدگاه این است یک چیز ملاک ارزش‌گذاری و داشتن حق، اونم انسان بودن. به قول مرحوم آقای مطهری میگه اسم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو باید گذاشت دین انسانیت، که تنها ملاکش برای داوری انسان بودنه. البته ایشون انتقاداتی داره، نه این، ولی این تسمیه رو انجام میده، میگه این اگر بخوایم اسم بذاریم اسمش اینه، اسمش دین انسانیته. خب ما تو با این دین انسانیت امروز سر و کار داریم، جامعه رو که نمیشه که از اون منسلخش کرد، سر و کار داره، با این اندیشه ها دائم مواجهه. موقع این جامعه جهانی هم اجازه نمیده که شما هر کاری که دلتون میخواد بکنید، چون شما عضوید. وقتی عضو شدید
اقتضای عضویت، حق عضویتتون اینه که باید یه سری از الزامات اونها رو بپذیرید. اون الزامات مثلا فرض کنید در بحث تساوی حقوق زن و مرد هم بیاد شما رو ملزم میکنه به کنوانسیون حقوق زنان، شما بعد اونجاش میخواد بگید نه. در بحث رعایت حقوق بشر میخواد شما رو ملزم کنه به تن دادن به آنچه که شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواد برای شما تصمیم گیری کنه، شما میخواد بگید نه. این مثل همون میمونه که طرف رفت شیری رو دیگه بقیهش خودتون میدونید، گفت شار شیر بیار و دم اشکم که دید، این چنین شیر خدا هم نافرید. خب اگر چنین است که ما میخواییم مسلمان باشیم، همگرای با سازمانهای جهانی باشیم، همگرای با جامعه جهانی باشیم، این همگرایی خواهی نخواهی ذهنیت متدین ما رو درگیر میکنه که به هر حال کنوانسیون حقوق زنان آری یا نه، این با اسلام سازگار است یا سازگار نیست. البته ما همیشه میگیم با کدوم اسلام، اون طرفش هم میگیم با کدوم قرائت از اون کنوانسیون. ولی اینم یکی از اون چیزهایی است که درگیر میکنه. به هر حال این مسلمان چه کار باید بکنه؟ مطلب بعدی، اکثر راهکارهای مسالمت جویانه‌ای که اسلام پیش بینی کرده برای ما متدینان ناشناخته است، چون تا کنون کسی از اونها سخن نگفته. اینها لای کتابها خاک خورده، بعضیاش اصلا به طور کلی از بین رفته، اندیشه هایی بوده که بوده ولی مزمحل شده به خاطر اینکه دیگران بهش گرایش پیدا نکردن. مشکل دیگری که در عالم خارج هست عاطفی شدن دینه، احساسی شدن دینه، نه عاطفی و احساسی شدن طبیعی. که اگر در خصوص طبیعتش باشه، اگر دین عاطفی نباشه، اگر دین احساسی نباشه، خلاف عقله، چون احساسات و عواطف طبیعی جزئی از وجود آدمی است، انکارش خلاف عقله. اما غیر طبیعیش رو داریم سخن میگیم. شریعتی داریم که مبتنی بر احساسات قلوامیز شکل گرفته، مبتنی بر عواطف غیر طبیعی شکل گرفته. چنین شریعتی پس زده شریعت عقلانی رو، اجازه نداده که کسی در مقام تعارض این عواطف غیر طبیعی، چون غیر طبیعی که شد عقل در مقابلش صف میکشه، در مقابلش میسته، سد میبنده، در مقابل قلوب سد میبنده. اینا مربوط به عالم خارج ها، من به عالم ذهنشو جلوتر گفتم. ما هستیم و فرض کنید همین عواطف و احساسات به غلیان آمده عاشورایی، این عواطف و احساسات فردی مثل حسین ابن علی رو از جایگاه امامت حقیقی کشانده به این که فقط برای ما یک موجودی شده که پیرامون او حماسه سرایی کنیم، عواطفمون رو به هیجان در بیاریم، اگر غمی داریم غممون رو در مصیبت او فراموش کنیم و قص علی هذا. هیچ کس سراغی از حسین ابن علی در صحنه اصلی امامت میگیره؟ شما از خودتون بپرسید، شماها که اهل مطالعه اید، امام حسین رو غیر از قضیه کربلا در چند جای دیگه میشناسید؟ در چند جای دیگه خبری ازش دارید؟ برگردید به توده جامعتون که اهل مطالعه نیستن، اونا چقدر میشناسن؟ یعنی حسین ابن علی فقط قضیه کربلاش بود؟ از آغاز که از مدینه حرکت کرد تا وقتی که عصر عاشورا شد کمتر از 6 ماه، یعنی نیم سال آخر زندگیش به این قضیه اختصاص پیدا کرد. 57 سال از خدا عمر گرفته، دوران کودکی و نوجوانیش هم حذف کنید، از 16 سالگی که به اصطلاح آغاز تکلیف اوست، دوران طولانی امامتش رو فقط حساب کنید، همه اینها میگه یک چیز دیگری هم بوده حسین ابن علی. حسین ابن علی امام بوده. چه جور امامی؟ امامی که بنا بود مثل امام جعفر ابن محمد هم از او استفاده علمی بشه. چند نفر ما همون میزان کم باقی مونده از
گفتارهای حسین ابن علی در غیر واقعی عاشورا رو بلدیم. مثلا یه خطبه در رابطه به توحید داره، خطبه مختصری تو توحف العقول، چند نفر ما او رو دیدیم؟ تو کدوم جلسه حتی ماه محرم ما کسی آمده او رو برای ما تحلیل کرده؟ دیدگاه های ایشون در باب توحید، ایشون نگاهش به توحید چیه؟ انگار این اهانت به امام حسینه که امام حسین رو بیاریم راجع به این مسائل، امام حسین هم فلسفه بگه، حالا مثلا اینم شد کار. امام حسین باید شمشیر دستش باشه، باید از کشته پشته بسازه، باید قیام علیه ظلم بکنه و الا امام نیست. این که اندیشه زیدیست که هر کسی امام است که قیام به سیف بکند. ما امام صادقمون شده رئیس مذهبمون، چرا امام حسینمون رئیس مذهبمون نباشه؟ توی این چیز جالبی است از خودمون بپرسیم، تو مجامع علمی و اصلی شیعه نامی از امام حسین نیست. دوستانی که اهل فنن این رو میتونن شهادت بدن، در کدام بحث فقهی سخن امام حسین مطرحه؟ تو کدام بحث کلامی سخن امام حسین مطرحه؟ تو کدام بحث اخلاقی یک رفرنس از امام حسین میارن، یک روایت از امام حسین میارن میخونن؟ آخه دین یا عقیده است یا اخلاق است یا احکام، تو هیچ کدوم اینا از امام حسین نامی نیست. اینو کی بهش به امام حسین جفا کرده؟ امام حسین فقط به سینه زدن، فقط گریه کردن، فقط حماسه سرایی کردن، فقط شمشیر داشتن، فقط قیام علیه ظلم. آخه قیام علیه ظلم وقتی جامعه جهل داشته باشه، وقتی ندونه خداش چیه، وقتی ندونه قیامت یعنی چه، وقتی ندونه که اصلا خود شجاعت یعنی چه، آخه چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ این چه امامی است؟ یک شیر بیال و دم اشکمی درست کردیم به اسم امام حسین، اسمشو گذاشتیم امام حسین. بعد بدترین هم میدونیم، تو جامعه شیعه بگردید هیچ کس نامش بیشتر از امام حسین برده نمیشه. یعنی اگر بخواد در جامعه و در توده شیعیان شما رتبه بندی کنید، حسین ابن علی در صدر قرار میگیره، بعد امیرالمؤمنینه، بعد موسی بن جعفره، بعد امام مجتبی است، بعد امام رضاست، و بعد هم بقیه همه علی السویه. حتی روز وفات امام صادق هم که میشه همین دو کلمه که میگن میبینن چیزی ندارن برای گفتن، دوباره آقا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، میرن سراغ ابا عبدالله، بعد روزه ابا عبدالله رو. تو جامعه اینه، اما تو جامعه علمی شیعه که میرید هیچ خبری از امام حسین نیست. هیچ. دردآوره. یعنی هم یاران امام حسین، اون کسانی که در هم معاصران امام حسین به امام حسین جفا کردن با اینکه امام حسین امام بود، یعنی اون هم وظیفش تبیین و تفسیر شریعت بود، تبیین و تفسیری که هیچ خطایی در اون نیست، معصوم در این قسمتن. تو این قسمت علتش هم اینه که دو چیز دارن اونها، یکی قرآن، یکی کتاب علی. در رابطه با کتاب علی اصلا شما اسمش رو تا حالا شنیدید؟ دیشب البته من گفتم، می‌خواستم هم بگم یادم رفت که توضیح بدم، کتاب علی کتابی است که همه اهل سنت هم اقرار به وجودش دارن، که امیرالمؤمنین آمدن ازش سوال کردن که آقا بعضی از دوستان شما میگن بعد از رسول خدا شما یه چیزهایی دارید در عالم غیب که مثلا فرض کنید که رسول خدا اونها رو به شما گفته، همچین چیزی هست؟ حضرت میگه لا والذی فلق الحبه و برع النسمه الا کتاب الله و ها و ما فی هذه المصحف. همشون اینو نقل کردن، صحیح بخاری اینو نقل کرده، مسند احمد حنبلی رو نقل کرده، جزء امور متواتره بین همه فرق اسلامی است که چیزی به نام مصحف علی بوده، به نام کتاب علی بوده، و این هم املاء رسول الله و خط علیین بوده، یعنی رسول خدا دیکته گفته و علی نوشته. این اون چیزی است که امامت حقیقی بر پایه او شکل میگیره. این همونی است که میگه انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. اترت چه کار میخواد بکنه؟ این همون چیزی است که من هیچ چیز بین شما ارث نمیگذارم الا همین علم. علم رو پیغمبر خدا، علم شریعت رو پیغمبر خدا ارث میگذاره، صرف نظر از اون که پیغمبر خدا هیچ چیز اضافی برای بشر نیاورده. قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، وحی خدا برای پیغمبر غیر از شریعتشه. خب این تبیین شریعت و تفسیر شریعت اینقدر کم ارزشه که شما اینقدر بحث حکومت و مبارزه با یزید و کسب اقتدار و اینها رو برای امام حسین جلوه دادید و متجلی کردید، بعد از امام حسین در باب تبیین شریعت یک کلمه ندارید؟ خجالت آوره.
برای جامعه شیعه. این جفای به امام حسینه. موقع این کتاب علی، کسانی که دستشون بوده بدون استثناء تا امام صادق، هیچ کس تردیدی نداره که کتاب دست امام مجتبی، بعد دست حسین ابن علی، بعد دست امام سجاد، بعد امام باقر و دست امام صادق بود. در یک مبحث علمی بحث میشه بین امام صادق و بین زراره ابن عیان. زراره لجبازی میکنه، میگه من این مطلبی که شما میگید رو قبول ندارم. و این آدم، همین زراره، کسی است که اینقدر مورد احترام ائمه است، یعنی با امام هم بیسته به یک و به دو کردن، بیسته به استدلال خواستن. و بعد امام میگه جعفر برو اون کتاب علی رو بیار، میره میگه، خودش نقل میکنه زراره، میگه رفت یک پوست آهویی که به صورت رول در آمده بود آورد، به اندازه فخذ شتر، ران شتر این کتاب بود. بعد گفت باز کن، این باز کرد، باز کرد، گفت همینجا نگه دار، انگوش گذاشت، گفت اینجا رو ببین. نگاه کردن دیدم که همون مطلبی رو که امام صادق میگه تو اون نوشته. بعد گفتم خب این چیه؟ گفت این کتاب علی است. والله هازا املاء رسول الله و خط علی. اینه که تبیین شریعت میشه تبیین شریعت معصوم، چون بیان خود رسول اللهه. و رسول خدا بدون هیچ استثنایی، دلیل عقلی داریم برش، اگر بنا باشه رسول خدا از نظر عقلی در خصوص تلقی وحی و رساندن وحی، یعنی تبلیغ وحی، خطا بکنه، اصلا اصل داستان رسالت عبس میشه. وقتی رسالت تمامه، که وقتی که بناس رسول باشه، خدا خودش حفظش کنه، یعنی در خصوص خود رسالت، در خصوص خود اون شریعت، شریعت رو درست از مأمور وحی بگیره و درست هم به مردم برسونه. موقع این جایگاه شما چقدر از امام حسین دارید؟ کتاب علی پیشش بوده، چرا یاران حسین از امام حسین راجع به این مسئله سوال نکردن؟ چرا نرفتن مسئله شرعیشون رو از او بپرسن و او توضیح بده و برای من و شما بمونه؟ یا اگر رفتن و پرسیدن، چرا به من و شما نرسیده؟ یا اگر بوده، چرا از بین رفته؟ یا اگر هست، چرا اینقدر مخفی است که هیچ کس نامی از حسین ابن علی در اون ساحت‌های علمی نمی‌بینه؟